جامعه هدف تعیین کنید آقا جون. من میخوام این محتوا رو واسه کی تولید کنم؟ بیشتر اونا که کار بیزینس میکنن هم به این قضیه توجه کنن. میخوام برای کی این محتوا رو دارم تولید میکنم؟ همین جوری مثلا برای همه اصلا نیست همچین چیزی. اصلا نیست. حتی اگه توییترتون شخصیه جامعه هدف برای خودتون تعیین کنید. اگه اینستاگرامتون شخصیه برای خودتون جامعه هدف تعیین کنید. من نمیتونم مثلا پیرمرد از مثلا دختر 18 سال تا 80 سال داشته باشم، پسر اینجوری تا اونجوری داشته باشم، همه سطح سواد رو داشته باشم. کیو میخوای بزنی؟ مخاطبتون رو بشناسید. برای کی میخواید محتوا تولید کنید؟ مثلا چه میدونم، تو میگی من یه صفحه شخصی اینستاگرام دارم، ها اگه میزان فالوور برات مهم نیست که اصلا نباید اینجا نشسته باشی. یعنی واسه دختر خاله بدی، حالا اومد لایک کرد کرد نکرد نکرد، ولی من فرضم برای اینه که تو میخوای برندینگ کنی یا خودتو یا محصولتو، پس باید مخاطبتو بشناسی و برای اون تولید محتوا کنی. هوای اون آدما رو هم بیشتر داشته باشید اگر که دارید برای اون تولید محتوا میکنید. یعنی چی؟ من برای مردای 30 تا 40 ساله بالاتر از سطح عمومی علاقمند مسائل هنری تولید محتوا میکنم. تو ذهنم اون مخاطبه مثلا الگوی منه. هوای مخاطب خاصتون رو بیشتر داشته باشید. و بعد اگر که دارید تولید محتوا میکنید برای این گروه خاص، آنالیز کنید. ببینید که آیا اون آدما در مقابل این محتوایی که براشون تولید کردید چه واکنشی داشتن؟ دوست داشتن؟ بیشتر از بقیه لایک کردن؟ که اینا رو من تو مبحث توییتر و اینستاگرام میگم که ابزارهایی وجود داره که شما میتونید مخاطبتون رو آنالیز کنید که آیا من جامعه هدفم به من واکنش نشون داد به توییتی که کردم، به این پست اینستاگرامی که گذاشتم؟ ابزار دارن، ابزارهای سنجش دارن شبکه‌های اجتماعی. گفتی که بعد چی کار کنیم؟ گروه دوستانتون رو بسازید. من الان اینجا که هستن خیلیشون دوستای منن، اگه نبودم من اصلا اینجا نبودم. شما در شبکه‌های اجتماعی بهش میگن گنگ، ها؟ آره؟ گنگ چی؟ هر کی دسته خودشو داره. شبکه دوستان خودتون رو داشته باشید. اونا رو حمایت کنید، اونا شما رو حمایت میکنن. کامنت بذارید براشون، اگه تو توییترید ریتوییتشون کنید، اگه اینستاگرامید نمیدونم استوریشون کنید. برای تولید محتوای خوب معاشرت کنید. اول اینکه یه مدت موبایلتون، ما اینجا یه دوستی داریم در 24 ساعت یک ساعت موبایلش رو روشن میکنه، خب شبکه‌های اجتماعیشو. بعد مثلا به طرف می‌نویسه سلام خوبی، بعد اون جواب میده آره خوبم، بعد دوباره فردا شب بهش میگه که میشه اینو توییت کنی، بعد اون بهش فوش میده که تو فقط منو واسه همین کار میخواستی، چون 24 ساعت یه بار این اتفاق میفته. از موبایلاتون دور بشید. برای اینکه محتوای خوب داشته باشید باید تو جامعه باشید، تو فضای واقعی زندگی کنید. وقتی که در دایره بسته اینستاگرام یا توییتر خودتون هستید فقط همون محتوا رو هی میبینید، ولی وقتی با آدما میشینید، با راننده تاکسی، با بقال، با خالتون، با مادر بزرگتون، با رئیستون، این معاشرت تو با آدمای بیرون باعث میشه تو وسایل نقلیه عمومی پر سوژه است. یعنی من هر یه باری که سوار تاکسی میشم، یعنی میتونم توش 50 تا توییت مثلا فیو استار در بیارم، چون آدما، اون آدما با اون طبقه ای که شما دارید تو شبکه اجتماعیتون میبینید متفاوتن. از توییتر 5% 4% جامعه ایران استفاده میکنن، شاید هم کمتر. 95-6% جامعه دیگه اصلا یه فضای ذهنی دیگه ای دارن. تو اگر مدام محتوات رو از این بگیری فقط همونو باستاب میدی و فقط همونو داری میچرخونی. اگه که میخوای محتوای جذابی داشته باشی باید با آدمای دیگه، با آدمای جدید معاشرت کنی. در چنین شرایطی سوژه ها شما رو صدا میکنن. وقتی تو فضای واقعی هستی، آقا گوشی تو در بیار، از همینجا که داری میری تا میدون آرژانتین ببین چند تا سوژه واسه عکس خوب وجود داره که بتونی لایک خوب بگیری. من مثلا داشتم چند روزیشون رفتم دیدم چمنا روی لای این موزاییکا چیز در اومده، سبز، این عید دیگه، مثلا بهار آمد و اینا، خب کلی لایک داره. خب شما هر جا رو نگاه کنید سوژه است، به شرطی که دقت کنید بهشون، ولی ما نمی‌بینیم دیگه. اگر که معاشرت کنید از فضای اون، اگر از اون صبح تا شب توی اینستاگرام و توییتر رو نمیدونم تلگرامید بیاید بیرون برید تو جهان واقعی،
سوژه ها شما رو صدا میکنن، محتوای خوب پیدا میکنید، برندسازی کنید در مورد خودتون، در مورد جایی که دارید کار میکنید. من الان امید توشه در به عنوان پدر گربه‌های ایران شناخته میشم ها، مثلا دیگه، یعنی خودم تلاش نکردم این اتفاق افتاده ها، ولی بعد از یه مدت چون علاقم اون بوده به این سمت سوق داده شدم. این برند شدن اهمیت داره، هم برای خودتون هم برای محصولتون. اگر که میخواید محتوای تولید کنید و دارید به دراز مدت فکر میکنید، به این فکر کنید که قراره چی باشم. مثلا سایت نمناک باشم، مثلا هر چی اومد بذارم، مثلا یا کانال عالی جنابه، سیاسی میذاره و ارزشی، نمیدونم حوادث، همه چی. آیا اینو میخوای یا نه مثلا میخوای که یه محتوای خیلی خوب تولید کنی. به این فکر کنید از شما قراره یک کاراکتری مثلا برندی شکل بگیره. من اگه مثلا بیام تو اینستاگرامم یا تو توییترم مثلا فردا چه میدونم مثلا یه چیزی هم بنویسم، اصلا چه میدونم داریوش اگه آهنگ 6 و 8 میخوند خیلی هم میگرفت ها، ولی هیچ وقت این کارو نکرد دیگه. چرا؟ چون اون ضربه به اون برند است. اگر که میخواید برندتون حفظ بشه، محتوایی که دارید تولید میکنید باید در راستای اون هدف ذهنیتون از خودتون باشه. یعنی یه پرسونای ساختی میگی که من یا محصولم این کاراکتر رو داره و این چیزایی که دارم ارائه میدم همونه، یعنی در راستای اون باید باشه. میتونی گاهی لباستو مثلا در بیاری به جای اینکه این مثلا این کت رو من بپوشم درش بیارم، مثلا با چه میدونم مثلا با لباس راحت تری باشم یا با تیشرت باشم یه بار، ولی در کل نباید مخالف برندتون باشه. بعضی وقتا خفشیم وقتی چیزی نمیدونیم، ساکت شیم آقا چی کاریه، هیچ اشکالی نداره، هیچ کی نمیاد یقه. چرا بعضی وقتا میان مالکش مثلا تو چرا در خصوص فلان موضوع اظهار نظر نکردی؟ با من دانشش ندارم آخه، چرا باید من در مورد همه چیز اظهار نظر کنم؟ ساکت بودن خیلی وقتا بهتر از اینه که حرف مفت بزنیم. دقت کنید در موضوعی که احساس میکنید حساسه و شما دانش کافیشو ندارید، اگر بیایید صحبت کنید و اطلاعات غلط بدید، بیچاره، یعنی اون ضربه به اون برند است. سکوت خیلی جاها بهتر از حرف زدنه، یعنی بگذاریم آقا اگر که به یه شخصیتی رسیدی، مثلا هورا، الان هورا 13 سال توییتری، 13 سال، مثلا من 13 سال پیش من چیکار میگم تیل بازی میگم 13 سال مثلا توییتره، مثلا میشه 85، مثلا میتونست مثلا با جک دروسی رقابت کنه. خب الان به یک شخصیتی رسیده، به یک کاراکتر در توییتر به یک کاراکتری رسیده که به یک برند تبدیل شده. هورا نمیتونه فردا بیاد مثلا چه میدونم از عکس اینستاگرامی مثلا بذاره از خودش اونجا، چون به داشته هاش آسیب میرسونه، به برندش آسیب میرسونه. تو اگه یه برند مثلا برنامه نویسی داری، یک کاراکتر برنامه نویسی، نمیتونی فردا بیای مثلا یه جوک قومیتی زشته با کلمات مثلا کافدار بذاری، به برند خودت ضربه میزنی. اگر که یک برندی هستید، به داشته ای که دارید، داشتهاتون فالووراتون هم هستن ها، حواستون باشه این چیزی که به دست میارید، اوتوریته که به دست میارید رو سعی کنید که حفظش کنید. خیلی مهمه، واقعا مهمه. 91% مردم در یک نظرسنجی تو آمریکا گفتن که آقا خلاقیت برای زندگی شخصیشون و 83% گفتن برای زندگی حرفه‌ایشون لازمه. بله، همه ما میگیم آخر من اگه خلاق بودم وای، اما فقط 25%شون فکر میکنن خلاقن. یعنی در این حالی که 90% میگن آقا لازمه، خودشون 25% یا میگن 80% لازمه، فقط 25% حس خلاقیت دارن. من همه این حرفا رو زدم بگم که این خلاقیت چقدر مهمه برای اینکه بتونید تو شبکه‌های اجتماعی موفق باشید. صرف حضور داشتن، صرف اینکه من یه چیزی از خودم بنویسم و تولید کنم به این امیدی که این دونه ها رو زمین میکارم و بعدن سال دیگه گندم میشه، اینا فایده نداره. باید، یعنی دیم نمیشه، حتما باید کشتت آبی باشه، زه بکشی دورش، کود بهش بدی. برای تولید محتواتون حتما ارزش قائل شید.